همراه میشیم با کیمیا قربانی از کن. کیمیا، از تازه ترین ها در جشنواره برامون بگو. بله، در هشتمین روز از فستیوال کن دیروز فیلم آیه های زمینی که تنها فیلم رسمی در فستیوال کن هست نمایش داده شد که با استقبال خوب مخاطبین مواجه شد و سالن سینما پر بود. دو تا کارگردان این فیلم روی صحنه رفتن و علی عسکری از عوامل فیلم تشکر کرد و گفت که اونها به نوعی ریسک کردن که پذیرفتن با ما همکاری بکنن و از حضار خواست که اونها رو تشویق بکنن. هر دو این کارگردان معتقد بودند که سینمای ایران به یک فرم جدید برای بیان حرفهای جدید احتیاج داره و تلاش کرده بودن که فرمی نو رو وارد سینمای ایران بکنن که موفق هم بودن. ظاهرا مخاطبین خیلی دوست داشتن و منتقدین. اما در رابطه با موضوعی که مطرح کردی، در رابطه با حاشیه‌های پیش اومده بین در رابطه با جایزه‌ای که دریافت کرده زهر امیر ابراهیم، این جایزه که جایزه پیشرفت در بازیگری هستش، کیت بلانشت چند روز پیش این جایزه رو به زهر امیر ابراهیمی داد و قبل از اینکه بره جایزه رو در واقع به زهر بده، کفش‌های پاشنه بلند خودش رو هم درآورد و به زهر امیر ابراهیمی گفت که این از این جایزه مثل یک خنجر استفاده بکن در مقابل هر کسی که حقوق زنان رو میخواد پایمال بکنه. اما حاشیه ها این بود که عکس های منتشر شده بود و گفته میشد که زهر امیر ابراهیمی دست کیت بلانشت رو بوسیده و درسته ولی این اتفاق افتاده، اما به این شکل بوده حقیقتا که ویدیویی که خود ورایتی برگزار کننده این مراسم منتشر کرده، کیت بلانشت اول دست زهر امیر ابراهیمی رو میبوسه و او هم در مقابل بازیگر محبوب خودش رو دستش رو میبوسه و این دو هم دیگر رو در آغوش میگیرن. اما خب در فضای مجازی جنجال های پیش اومده و گفته شده که به هر حال حرفایی هست که این کل ماجرا بوده. اما برگردیم به نهمین روز که امروز هستش، قرار هستش فیلمی از نانی مورتی پخش بشه. نانی مورتی کارگردان مطرح ایتالیایی هستش که قبلا در سال 2002 برای فیلم اتاق پسر از فستیوال کن جایزه برده. اما اهمیتش برای ما ایرانی ها بیشتر در این هستش که او علاقمند به سینمای کیارستمی هست و سالی که عباس کیارستمی برنده جایزه برای طعم گیلاس شد، او جزو هیئت داوری بود و بعدها هم فیلم کوتاهی در رابطه با عباس کیارستمی ساخته. نانی مورتی سیاسی ترین کارگردان در کشور ایتالیا هست و جنبش ها و در واقع تظاهراتی رو هم همیشه برگزار کرده در سالهای گذشته. اما برگردیم به فرش قرمز در شب گذشته که مربوط هستش به فیلم وس اندرسون، فیلم شهرک شهر سیارکی که پر از ستاره بود این فیلم، از تام هنگس گرفته و اسکارلت جانسون. اما منتقدین دو نظر متفاوت دارن. عده‌ای بر این باور هستن که فیلم از نظر فیلمنامه و قصه ضعیف بود، اما برخی این رو میگن که نه، فیلم بسیار قوی و خوبی بوده. اما هر دوی این دو گروه منتقدین بر این باور هستند که این فیلم از نظر جلوه های تصویری حرف بسیار بزرگی برای گفتن داره و قابل ستایش هست. اما همه اینها رو بگم در آخر که حرف های منتقدین هرگز به تأثیری بر دریافت جایزه نداشته و اصلا مشخص نیست و نمیشه حد زد که جایزه اصلی فیلم کن و بخش نوعی نگاه رو چه کسی میبره. ممنونم از تو کیمیا قربانی که برای ما توضیح دادیم.